سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. در ساعت یک بعد از ظهر بارانی واشنگتن با شما عزیزان خواهیم بود. در ساعت پیش رو، ساعت 9:30 شب به وقت تهران، امیدوارم روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و امیدوارتر این که هوای تهران و شهرهای بزرگ ایران آلودگی کمتری داشته باشند در روزهای آینده. در این شماره از برنامه میپردازیم به پیامدهای تفاهم نامه یا تفاهم هسته‌ای میان حکومت ایران و 5 به اضافه 1، پیامدهای این تفاهم و آنچه که مسئولان جمهوری اسلامی از جمله آیت الله علی خامنه ای رهبر حکومت فقیه در این زمینه گفته است. پیامدهای توافق هسته‌ای بر سفره مردم ایران و اساساً برنامه هسته‌ای حکومت ایران از آغاز تا کنون چه پیامدهایی برای مردم ایران، نسل‌های آینده ایران داشته است؟ چه سود و زیانی در کارنامه اتمی حکومت شیعه، حکومت دینی ایران رقم خوردند؟ قانون اساسی ولایت فقیه در زمینه تفاهم نامه ها و توافق نامه های خارجی یا با دولت های خارجی چه میگوید؟ اختیارات همین مجلس شورای اسلامی در این زمینه چیست؟ و پرسش های دیگر. با من و شما هستند در آلمان آقای پرویز دستمالچی، نویسنده و پژوهشگر تاریخی. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. پرویز خان عزیز، سلام به شما در برلین. آقای چالنگی، درود به شما و بینندگان محترم تلویزیون. خب آقای پرویز دستمالچی عزیز، اول از همه هوا در اونجا، امیدوارم هوای خوبی داشته باشین. ظاهرا برعکس شده، اروپا هوای آفتابی، این در شرق آمریکا هوا همچنان بارانی و ابری. در اینجا هوا امروز بد نیست، ابریه ولی زیاد سرد نیست، ولی قراره که از فردا گرمتر بشه، 18 درجه بشه، یعنی یواش یواش به درجه بهار برسه، تا حالا که نداشته. آقای دستمالچی عزیز، بذارید از همینجا شروع کنیم، از هوا. یکی از منابع مهم انرژی که به طور مجانی هم در اختیار انسان و تمام جانداران و غیر جانداران همه جا گذاشته شده. ببینید، تهران هوای آلوده داره، اهواز همینطور دوچار طوفان‌های شن هست، شهرهای دیگه شیراز، اصفهان، تبریز و جاهای دیگه. اما حکومت ایران طی این 30 و چند ساله نه تنها گامی اساسی برای رفع این مشکل نکرده، که افسوده با سیاست‌های نادرست اقتصادی صنعتی، هرچه که هست، ولنگ و واز بودن و بی‌ضابطه بودن، هوای آلوده بود. خب حکومتی که تلاش نمی‌کنه که این مسائل آسان رو حل کنه، آیا شک برانگیز نیست برای بسیاری که چرا دنبال انرژی هسته‌ای است؟ از همین انرژی هایی که در دسترسش هست چرا استفاده نمی کنه یا درست استفاده نمی کنه؟ ببینید آقای شالنگی، من
از همان ابتدا اصولا حتی اگر که این مشکلات بین المللی هم و منطقه‌ای هم برای ایران وجود نداشت، با انرژی هسته‌ای که ازش ما برق تولید کنیم اینا در ایران مخالف هستم به دلایل گوناگون. یکی از دلایلش این استش که ایران اولا سرزمینی است که بزرگترین منابع نفت و گاز رو داره و ما به راحتی می توانیم برای سده ها کل انرژی مصرف انرژی جامعه رو از نفت و گاز بسیار ارزان که وسیع در اختیار خودمون هست استفاده بکنیم و هیچ گونه وابستگی هم به کشورهای دیگه در این زمینه نداشته باشیم. به اضافه اینکه ایران کشوری است که در بیش از دو سوم این کشور ما 300 روز و یا بیشتر آفتاب بسیار داغ داریم که میتوان از اون در واقع از برق برای تولید برق مربوط به هسته های استفاده از خورشید استفاده کرد. و در آلمان که وجود آفتاب اصولا قابل مقایسه نیست با سرزمین ایران، اینجا موفق شدن بخش بزرگی رو از تولید برق رو از همین هسته های انرژی خورشیدی استفاده می کنن. من یادم میاد زمانی که در بندر عباس بودم، رفته بودم اونجا برای دیدار، دیدم که مردم روی پشت بام هاشون بشکه های بزرگ آب گذاشتن و به اینها رنگ مشکی زدن و این آب تا حدود 70 درجه گرم می شود. خب موقعی که چنین منابع طبیعی در ایران برای تولید انرژی بدون هزینه های سنگین، بدون وابستگی وجود داره، این استراتژی که شما بری پای تولید برق هسته‌ای بسیار کاری است غلط. البته من فکر نمی کنم که هدف اصلی جمهوری اسلامی بهره برداری از تولید برق هسته‌ای بوده، بلکه این رو بهانه ای کرده برای پوشش دادن به تحقیقات اتمی و غیره، برای اینکه بتونه تأسیسات لازم رو برای آنچه را که مدعی هستش که من نمیخواهم، یعنی بمب اتم. و این تفاهم نامه که در لوزان انجام گرفته، عقب نشینی جمهوری اسلامی از استراتژی ساختن بمب اتم و نه نیروگاه هسته‌ای و غیره. به هر حال من با این جریان به دلایل گوناگون که اصولا برای جامعه ایران مغروم به صرف نیست، همواره مخالف بودم، الان هم هستم. من همین دو هفته گذشته گزارشی رو میخوندم در آلمان در رابطه با نیروگاه های هسته‌ای آلمان که تعطیل شدن بعضن و قرار است تا 15 سال دیگه همه اینا رو تعطیل بکنن. اونایی که تعطیل شدن مخارج 50 میلیارد یورویی دارن برای اینکه در یک پروسه 50 ساله تا 100 ساله بتوانند اصولا این تأسیسات رو که دارای قطعاتش و بدنش تشعشعات اتمیه یواش یواش از میان ببرن. خوبه، آخه مسئله این هستش، ببینید حکومت های مسئول هست، دولت های چون منتخب مردم هستن مسئول هستن، وگرنه خب ساقط میشن یا دور بعدی رای نمیارن. در ایران چون این مسئولیتی رو شما میبینید؟ نه، من چنین مسئولیتی رو نمینم در زمینه های گوناگون. علاوه بر این که جمهوری اسلامی اصولا دارای یک استراتژی هست که راه به ناکجا آباد میبره و تمام سیاست هاشو در چارچوب اون پیاده میکنه، من بعضا یه بخش بزرگی رو علاوه بر این مسائل پایه‌ای و استراتژیک روی سوء مدیریت و عدم توانایی‌های مدیران کارشناسش می‌بینم. ببینید
مشکلی رو که ایران امروز باهاش به عنوان مشکل آب روبروه و وزیر نیرو میاد میگه در هر 31 استان کشور ما با مشکل آب روبرو هستیم، طبق گفته های خودشون 70% 90% مصارف آب ایران صرف کشاورزی میشه و در اون بخش 72%ش بنابر گفته خودشون از بین میرن. یک بخشی مسئله بارش کم در ایران یک بخشی از مشکل هست، ولی اینکه شما 35 سال سر کار هستید در کشور و میدونید 72% آب کشور در بخش‌های کشاورزی هدر میدن میرن به خاطر نبودن سیستم آبرسانی سالم و درست. خب شما اگر خودتون در این زمینه تحقیقات و پژوهشی ندارید، می توانید به دست دیگران در کشورهای دیگه نگاه بکنید که اونا با آبی رو که لازم دارن چگونه برخورد میکنن و چگونه صرفه‌جویی میکنن و چگونه با عوض کردن سیستم های قدیمی و جایگزین کردنش با سیستم های آبیاری درست موفق میشن از هدر رفتن آب جلوگیری کنن. این هیچ دلیل دیگری به غیر از سوء مدیریت در این بخش نداره. این سوء مدیریت در بخش های دیگه به هر حال شما ببینید، ما الان بیش از 15 ساله میخوان از تهران به شمال یا اتوبان بکشن که 100 کیلومتر هم بیشتر نیست و این تموم نشده خب این به غیر از عدم مدیریت سالم، نبودن مدیریت سالم، توانایی ها و غیره و یا فساد و دزدی ها، من نمیدونم اینو چطوری باید توضیح داد. خب اگر شما حالا قبل از این سوال بعدی رو مطرح کنم، میگید که خیر چونی نیست، عدم سوء مدیریت هست و به فکر نیست، اما ایشون آقای خامنه ای آمده و بالاخره حرفایی زده، آیت الله خامنه ای با توافقی که منافع و عزت ملت را حفظ کند موافقیم. چطور شما میگیم به فکر نیستم؟ عزت و منافع ملت رو میگید اگه حفظ کنه موافقیم، نکنه نیستیم. ببینید خب این که شما هیچ رهبری رو نمیشناسید که بیاد بگه که من مخالف عزت ملی هستم، ولی این بیان که تعیین کننده نیست. بیان محاسبات خیلی مشخص سود و زیان یک ملت در یک رابطه مشخصه، اون تعیین کننده است، وگرنه همه در رابطه با منافع اسلام، منافع ملت و یا منافع غیره صحبت میکنن. اینا حرفای کلی است. همین که رهبر نظام، ببینید اولا که مسئول تمام این سیاست های اتمی خود رهبر مذهبی نظامه. توجه داشته باشید که در 8 سال دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد تمام سیاست هایی رو که انجام دادن با تایید 100% بیت رهبری و شخص آقای خامنه ای بوده. خب این که امروز اومده میگه که من نظری ندارم و نمیدانم و فلان، چرا نظری ایشون، البته به این دلیل نظرش رو بیان نمیکنه، به دلیل اینکه میخواد بین جناهای مختلف فعلا تعادل ایجاد بکنه و به نفع این یا به ضرر اون یکی صحبت نکنه، وگرنه خب مگر ایشون عقل ندارن که این تفاهم نامه رو ورداره نگاه بکنه و بعد 10 تا مشاور دارن با صحبت بکنن که این آیا به نفع ایشون بوده یا به ضرر ایشون بوده. تفاهم نامه آنچنان است که رئیس CIA آقای جان برنان، ایشون میگن که من اصلا تعجب میکنم، برای من شگفت‌آوره که ایرانی ها این همه امتیاز دادن و عقب نشستن. خب این حرف اوناست. و آقای اوباما موقعی که میگه قراردادی رو که ما بستیم تاریخیست، من میتونم حدس بزنم راست میگه. از نگاه منافع اونها
بدون اینکه اصلا چیزی داده باشن همه چیز رو گرفتن. ببین آقای دستمالچی عزیز، ببین این به نظر میاد که قضیه سه تا بود داره. یکی منافع جامعه جهانی هست که خواستار این هست که جمهوری اسلامی به بمب اتم دست پیدا نکنه و بقیه مخلفاتش. یکی هم منافع حکومت و مساله هست، یکی هم منافع و مساله مردم ایران هست. سه چیز مختلف. بله. این وسط بله بفهم. صحبت شما درسته، منافع و سود و زیان بسیار پخشه، یعنی اتحادیه اروپا، اسرائیل، امریکاست، کشورهای منطقه است، حکومت ایران، ملت ایرانه. بازنده به نظر من ملت ایرانه. این حکومت در یک مدت طولانی 20 ساله رفته به طرف استراتژی ساختن بمب اتم در شرایطی که تمام منطقه و اروپا و امریکا مخالفه و میداند که هیچ اجازه چنین چیزی رو نخواهند داد. رفته ارقام به هر حال پنهانه، هنوز کسی دقیق نمیدونه هزینه‌ای که انجام گرفته دقیقاً چقدره، ولی صحبت از 150 تا 200 میلیارد دلار میشه که اینا هزینه کردن برای این تأسیسات گوناگون. تأثیر کوچکش برای ملت ایران این استش که این هزینه 150 تا 200 میلیارد دلاری این همش از بین رفته تو این پروسه بعد از تفاهم نامه لوزان. خب این معلومه که به ضرر منافع ملت ایران. با این 150 و یا 200 میلیارد میشد در ایران ده ها پروژه های ملی رو به دنبالش رفت و ساخت، میشد از جمله مثلا دریاچه رضاییه رو نجات داد. خیلی خوب، یعنی شما میفرمایید از آقای دستمالچی مربوط به سیستم آبرسانی رو که آبها در ایران هدر میرن و ایران رو با مشکل کمبود آب مواجه کرده اون رو برطرف کرد. خب اینا هیچ کدوم از اینا انجام نگرفته، به ضرر ملت ایران با این هزینه سنگین، به اضافه یک انزوا و تحریم اقتصادی بسیار سنگین 10-12 ساله که همش هم ملت ایران از جیبش داده. خب مسئول این سیاست ها همینا هستن، همینایی هستن که دیروز آنچنان کردن با عبه دست احمدی نژاد اینا رفتن و موقعی رو که میخواستن تحریم اقتصادی کنن و یا قطعنامه صادر کنن میگفتن که خب قطعنامه اینقدر صادر بکنید که قطعنامه دونتون در بیاد و تحریم های اقتصادی هم روی ما اصلا اثر نداره. خب اگر قطعنامه اثر ندارن، اگر تحریم های اقتصادی که کمر اقتصاد ایران رو شکونده از بین برده، اگر هیچ کدوم اینا تأثیر ندارن، پس شما چرا رفتید با این هزینه‌ای که کردید رفتید تمام اینا رو پس بگیرید که اونا احتمالاً تحریم ها رو وردارن؟ خب این حرفا به هم نمیخوره. در زمینه‌های دیگه هم اینطوره، یعنی یه استراتژی که همواره به این جمهوری اسلامی اصولاً استاد سیاست‌های راهبردی باخته برای ملت ایران. شما ببینید سر جریان اشغال سفارت ایران و گروگانگیری انقدر ادامه سفارت دادن آمریکا با افتضاح تسلیم شدن. شما ببینید سر مسئله جنگ ایران و عراق بعد از 2 سال، بعد از اینکه تمام سرزمین‌های ایران آزاد شد و کشورهای منطقه و اروپایی و امریکا اعلام کردند در صورت صلح تمام هزینه‌های ایران رو خواهند پرداخت، خب قبول نکردند، رفتن حرفای عملاً کاملاً بی‌مورد که جنگ تا اورشلیم یا قدس از طریق کربلا و غیره، و در این پروسه 8 سال جنگ رو ادامه دادن
هزینه هایی رو که خودشون برآورده کردن، خودشون هزینه هایی رو که برآورده کردن، میگن 1000 میلیارد دلار خسارت جنگی است. از اینها حتی 1 میلیاردش هم نتونستن از عراق بگیرن. خب این سیاست رو انقدر ادامه دادن 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 تا با افتضاح جام زهر خوردن و الان هم عین همون سیاست رو در رابطه با سیاست اتمی ایران دنبال کردن و در زمینهای دیگه هم همینطور بوده. در درون جامعه بحثی که انجام میگرفت سر اقتصاد اسلامی، سیستم بانکداری اسلامی، خب به خرجشون نرفت، انقدر کردن تا سیستم بانکداری ایران ورشکسته کامل شد. بعد دو مرتبه برگشتن سر هر چیزی هم یه کلاه شرعی به نام اسلامی گذاشتن، ولی همون سیستم قبلی شد. بله. خب آقای دستمانچی صدا میکنم کوتاه‌تر بفرمایید، چون پرسش ها بسیار هست. از جمله اینکه یک نکته رو وقتی شما اشاره میکنید که گفتن مسئولان جمهوری اسلامی که تحریم ها بر ما روی ما اثر نداره، از بابتی درسته؟ نه، برای اینکه ببینیم این ما کی هست. وقتی که شما فاصله بین مردم و حکومت رو میبینید، کمان که مردم وقتی راجع به حکومت صحبت میکنن این فاصله رو ناخودآگاه بهش اشاره میکنن. همه وقتی صحبت میکنن دقت بفرمایید راجع به حکومت میگن اینا اینا اینطور، اینا مثلا فرض کنید حالا حالا نمیرن، اینا صرف چسبیدن به قدرت، این کلمه ضمیر اینا رو بکن، یعنی یک فاصله هست از نظر روانشناسی جامعه یا هر چی که هست. ببینید فرقی نمی کنه، یعنی آقای آیت الله خامنه ای یا آقای احمدی نژاد خب به زندگیشون ادامه می دادن، میلیاردها پول پشت دولت بود، یعنی تو دست دولتیان، سر از بانک های مختلف در بود. آیت الله خامنه ای و بقیه هم که ایشون که در بیت رهبری هستن همه چیز مهیا، چون معمولی دیگه هم خب به نشونه تبرک دستشونو میبوسن، یه دیگه هم به نشونه تبرکتر پاشونو حتی میلیسن. هست، وجود داره، این عکس و تصویر هست از جای پای ایشون رو، حتی بعضی از مؤمنین لیست زدن به نشونه تبرک. بنابراین خب برای فرق نمی کن. تحریم ها چه فرقی می کن؟ یکی این هست، دو این که حالا برای ملت به خاک سیاه بشینه و اینا، اون یه بحث دیگه است، اون بحث دیگه است، باید اقتصاد مقاومتی رو پیشه بگیرن و بقیه مسائل. اما اگر بیاد همین آقای خامنه ای، آیت الله خامنه ای، رهبر حکومت فقیه در ایران و بیاد و این حرف رو مطرح کنه که بله اون زمان هم که ما میگفتیم پشت سر دولت آقای احمدی نژاد بودیم به خاطر روی کار نگه داشتن شادم کشتیم و بسیار هم کشتیم، با ماشین روی جوان مردم رفتیم و بقیه کارهایی که انجام شد، بگه اونم برای عزت مردم بود. اون زمان اینطور فکر میکردم، که اونجا آیت الله خمینی در پاریس یه چیزایی گفت، در ایران هم یه چیزایی دیگه گفت. اگر اومد اینو گفت چه خواهید گفت؟ چون علما چنینن، هر زمان به مناسبتی به اصطلاح استفتایی انجام میشه و یک فتوایی میدن و به اصطلاح یک نوع کشف و شهود بر اساس فقه و فقهیات دارن، چه خواهید گفت؟ خب ما، یعنی من خواهم گفتش که اینها دروغ میگویند، اینا هیله‌گرند، اینا به خاطر منافع خودشون. و شما ببینید بالاخره توی 36 سال گذشته همین جامعه روحانیان و اینایی که قدرت رو در دست دارند و تمام امامان جمعه شهرهای مختلف ایران جزء دفتر آقای خامنه‌ای هستند و حقوق بگیران اونها هستند، اینها خب اینها ده چندین بار در جمهوری اسلامی گزارش های اقتصادی از فساد و غیر بیرون اومد و یا جنایت، که اینها به طور گسترده در این زمین ها دست داشتن، دست گذاشتن رو منابع معادن و منابع طبیعی مختلف ایران
به نام خودشون و فرزندشون و خانواده و غیره کردن، و یا همین به هر حال گزارشی رو که در حدود یک سال پیش از ثروت آقای علی خامنه‌ای بیرون اومد که تخمین زده میشه بر اساس آمار و ارقام مختلف 97 میلیارد دلار باشه و غیره. خب آقای علی خامنه‌ای مگه قبل از اینکه رهبر جمهوری اسلامی بشه مگر چی کاره بود ایشون و این ثروت رو از کجا آورده؟ 97 میلیارد دلار رو از کجا آورده؟ به غیر از اینکه می شود گفت در این مقام و پستی که هستند از ثروت‌های ملت ایران و از جیب ملت ایران و از نون ملت ایران بریده و برداشتن. نه تنها ایشون، بقیه هم همینطور، بقیه هم همینطور ردیف میلیاردرهای دلاری هستند، نه میلیاردر تومان که ارزش پول ملی رو از بین بردن. و اینها همش حرفایی است برای پول زدن ملت ایران. اگر این حرفا درسته، اگر واقعا این حرفا درسته و برای ملت میخواهند کاری بکنند، مسئله خیلی ساده است. چرا جلوی ملت رو برای ابراز نظر آزاد و یا انتخاب آزاد میگیرن؟ چرا انتخابات رو نظارت استصوابی میکنن؟ چرا انتخابات چیو؟ بله؟ انتخابات چیو؟ انتخابات در ایران انجام میگیره، انتخابات مجلس رو، انتخابات ریاست جمهوری رو، انتخابات شوراهای شهر و روستا رو، همه اینا رو اینا نظارت استصوابی میکنن. خب اگه شما راست میگید برای ملت میکنید، در نتیجه باید شرایط واقعی وجود داشته باشه که ملت اظهار نظر واقعی بکنه. شما نمیتونی بگی که من برای ملت انجام میدم ولی احزاب سیاسی رو که ملت رو نمایندگی میکنه ممنوع میکنم، سندیکاهایی رو که ملت رو نمایندگی میکنه ممنوع میکنم، تجمعات و تظاهرات کارگران و معلمان و دانشجویان رو که میخوان بیان حرفشون رو بزنن به عنوان ملت ممنوع میکنم، همه این چیزها رو ممنوع بکنید و بعدا بگید که من برای ملت حرف میزنم. خب آقای دستمانچی، ببینید این حرف فرمایش شما به نظر میرسه یک تضاد درش هست. نمیشه که هم اونچه که شما میگی هم آزادی انتخابات باشه هم فقیه. یه قانون اساسی نوشته شده، یه اختیاراتی به فقیه داده شده، این قانون اساسی هم رفتن بهش رأی دادن، اختیارات ایشون هم هست. بنابراین یا فقیه که بردن اون بالا نشوندن، ایشون حکم و فتوا میده مملکت یا باید بر این اساس باشه یا بر اساس مردم بیان بگن آقا ما مجلس چی میگه. و این در چی میگن در جامعه هم بوده، این همه مرجعیت، مگر آقای خمینی روی همین ساختار نبود به قدرت رسید؟ اینو چی میفرمایید؟ اینو یعنی اینی که مجلس انتخاباتش آزاد باشه، مردم بیان یه دی رو انتخاب کنن، آزادانه برن به یک مجلسی و بعد اون فقیه هم همچنان باشه، اون ترکیب یعنی چی؟ بفرمایید. اینی که من میگم این نیست. یعنی اگر بر فرض انتخابات آزاد بتواند انجام بگیرد، یعنی اینکه برچیده شدن نظام ولایت فقیه. من در این رابطه این صحبت رو کردم که شما میگید اینها در همین این سیستم میان میگن که آنچه را که ما میکنیم و میگوییم برای منافع ملت است، نه جیب خودمون و منافع خودمون. من میگم این واقعیت نیست، این ریاکاریه، این هیلگریه، به دلیل اینکه اگر برای ملت هست، ملت میبایستی خودش مستقلا بتواند اظهار نظر کند و این اظهار نظرها در انتخابات انجام میگیره عمدتا و در اجازه سازماندهی برای احزاب و تشکلات و تجمعات و تظاهرات. خب اینا هیچ کدوم نیست. شما همه اینا رو که نماینده ملت میتوانند بالقوه باشند سرکوب کردید، بعد خودتون حرفای خودتون رو و یا منافع خودتون رو به جای منافع مردم جا میزنید، راستگویی نمیکنید، ناراستگویی میکنید. به همین دلیل به هر حال اینها اگر واقعا بخواهند
به طرف منافع و سخن و حرف ملت بیایند، یعنی پاشیدن نظام ولایت فقیه، یا بین نظامی که بر فراز ملته و نظامی که قوای حکومت ناشی از اراده ملته، از زمین تا آسمون تفاوته، یا جای اینه یا جای اونه. بین احکام و موازین شرع و حقوق بشر دو دنیاست، یکی قوانین بشریه، یکی قوانینی است که بر فراز انسان انجام مدعیان انجام گرفته عمل میکنن. و حکومت ایران حکومتی است که ریشه بر فراز انسان داره و معتقده که پس از غیبت امام دوازدهم آقای خامنه‌ای عملا جانشین ایشونه و یه سیستمی درست کردن که این جریان فقها و مجتهدان تمام نهادهای قدرت رو در انحصار خودشون دارن، از قوه قضایی گرفته تا قوه اجرایی گرفته و تا قوه قانونگذاری، 100% اینا در دست نمایندگان ولی امر روحانیان فقها و مجتهدانه. و این در اساس خودش با یک نظام مردم سالار و دموکراتیک در تضاد، برای اینکه در نظام مردم سالار نهادها در اختیار نمایندگان واقعی ملت هستند و نه نمایندگان خودخوانده خدا به روی زمین. خب پرسش ها بسیاره به ویژه از آیت الله خامنه ای که چنانچه ایشون با در پی حفظ منافع و عزت ملت ایران هست، چرا سری به همون اطراف بیت رهبری نمیزنن در دروازه غار، که حتی مسئولان جمهوری اسلامی خبر دادن اونجا کودکان ایرانی خرید و فروش میشن، چرا شبها به خیابونهای تهران نمیرن ببینن کودکانی که در خیابونها میخوابند سرپناهی ندارن، کودکان ملت، کودکان ایران، و چرا به لونه هایی سر نمیزنند که بی احترامی مطلق هست به انسان زیستن در چنین جاهای سرپناهای، اون هم در کشوری ثروتمند، و چرا و چرا و پرسش ها بسیار هست. آقای علی خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی در پشت کلماتی مانند یا جملاتی مانند عزت منافع و عزت ملت را اگر حفظ می کند موافق هستیم، در پشت چنین جملات فریبنده و زیبایی اندوخته های بیش از 90 میلیارد دلار که یک قلم از جنت اقلام تحت نگین ایشون هست میتونه راهگشای زندگی بهتری برای کودکان بی سرپناه در خیابانهای ایران باشه. با شما هستیم تا لحظات دیگر در گفتگو با آقای پرویز دستمالچی، نویسنده و پژوهشگر در برلین آلمان. تا لحظات دیگر. آقای دستمالچی عزیز، شما به عنوان یک پژوهشگر محقق، من اطلاع دارم علاوه بر کتابایی که منتشر کردید، پژوهش‌های بسیاری از همون روزهای نخست انقلاب پس از 22 بهمن هم ادامه دادید و دارید، آرشیو بسیار غنی و مفصل. این خبر یا این حرف که حزب توده ایران پس از ممنوعیت تونست اعضای خودش، برخی از کادر رهبریش در بدنه و حتی مقامات کلیدی در جمهوری اسلامی راه پیدا کنن و پشت سنگر ریش و پش و هرچی که از با چهره و نقاب آراسته دینی حضور خودشون رو، موضع خودشون رو به قول آقای آیت الله خامنه‌ای همچنان حفظ کنن به شکل دیگری، ولی خب خیلی هم بر این نظر هستن که نه تنها حزب توده بلکه بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی
آدم های کشورهای دیگر هستند. این فعلا نه ثابت کردنی است، نه اطلاعات دقیقی اگر هست منتشر شده. همه اینا از کجا به چنین شکی میفتن مردمانی که چنین حرفی رو میزنن؟ اینکه رهبری دستگاه حکومتی ایران به سود همه کشورها هست و همه ملت ها و بسیاری ملت ها الا مردم ایران. سیاست های غلط یا سوء مدیریتی که شما اشاره کرد، خب این شک برانگیزه به خودی. شما وقتی در خونتون کسی رو دارید که تمام اعمال و کردارش به سود در و همسایه هست و به زیان اهل بیت، اهل خانه، شک برانگیزه. چه کاسه زیر نیم کاسه است تا برنش. کسانی هم که این حرف رو میزنن باز به این دستاویز متوسل نباید شد که اون صحبت هایی که میگن دایی جان ناپلئون و از این صحبت، نه چون این نیست. از این بگذاریم آقای دستمالچی عزیز. ببینید، در میان یکی از سردمداران رهبران جمهوری اسلامی از قبل از انقلاب تا امروز آقای ابراهیم یزدی است. آقای ابراهیم یزدی آمده و تبریک گفته، سیل تبریک جاری است و به آقای ظریف و دولت آقای حسن روحانی. حرفی رو در این تبریکش گفته آقای ابراهیم یزدی که به نظر من اهانت به مردم ایران، اهانت مستقیم هست به مردم ایران، که این توافق تفاهم نامه به جهانیان نشون داد که ایرانی ها به جایی رسیدن، به این رسیدن که خواستار روابط به مردم ایران، به جایی رسیدن که خواستار به اصطلاح داشتن روابط با همه جهانیان هستن و روابط خوب هستن. آقای یزدی اهانت از این بابت که ملت ایران کی مخالف این بود که الان رسیده؟ ملت ایران کی موافق گروگانگیری بود؟ کی موافق چون این اقداماتی بود که آقای یزدی و امثال آقای یزدی بنیادش رو گذاشتن؟ آقای دستمانچی عزیز، که امروز روز به اینجا رسیدن خواستار روابط همه جانب و رسیدن به این مرحله رسیده باشن که میخوان با دنیا رابطه خوب داشته باشن. مردم ایران همیشه چون این بوده، اکثریت یا هر چی که بود، به روابط ایران پیش از آمدن ابراهیم یزدی و بقیه نگاه کنید. چه روابط دشمنانه‌ای با چه کشوری داشتن ایران، حکومت ایران و مردم ایران. تفسیر شما رو میشنویم. آیا من اشتباه میکنم؟ اگر هست بدون هیچ رو درواسی بفرمایید. دستمال چی هست؟ ببینید، متاسفانه هر کس که صحبت میکنه، و این یه اشکال اساسی هست در رابطه با مفسران و یا سیاستمداران ایران، چه حکومتگران و یا افرادی که در اپوزیسیون حتی هستن، که افکار، اندیشه ها و برداشت های خودشون رو هی به نام ملت ایران میگن، بدون اینکه این به نام ملت ایران متکی بر هیچ گونه ارقام و آرامی باش، ارقام و عددی باشه که مثلا بگن که آماری که گرفتیم میگویند 80% چنین میگویند و یا 20% چنان میگویند. این مسئله انجام نمیگیره. هر کس زمانی که جنگ با عراق رو میکردن میگفتن که به نام ملت ایران داره انجام میگیره و حداقل یه بخش بزرگی از ملت ایران با این جنگ مخالف بود. موقعی که سفارت ایران، سفارت امریکا در تهران اشغال شد و بعد گروگانگیری شد و تمام این کشمکش حدود 444 روزه میگفتن به نام ملت ایران داره انجام میگیره و یه بخش بسیار بزرگی از ملت ایران مخالف بود. همین الان تمام این سیستم حکومت رو به نام ملت ایران حرف میزنن. حداقل 50% جامعه که زنان هستن
از اینکه حقوق اساسی و حقوق مدنیشون یا اصولا نقض میشه و یا بعضا نقض میشه مخالف هستن با این قوانین، ولی همش بازم به نام ملت ایران حرف میزنن و آنچه که مربوط به روابط بین المللی و منطقه هست اون هم ملت ایران به هر حال قبل از انقلاب دارای سیاستی بوده صلح آمیز، مسالمت آمیز، باز با غرب و شرق و کشورهای منطقه و سیاست بسیار موفقی هم بود به نظر من. و ایران در آینده هم اگر بخواهد در منطقه قدرتی باشد، سربلند باشد و در سطح جهانی اون رو به رسمیت بشناسند، راه دیگری نداره که دست از این بازی‌های بنیادگرایانه اسلامی خودش برداره و بره به طرف یک جامعه دموکراتیک و مدرن و با غرب و شرق و شمال و جنوب بنابر اساس منافع ملیش که بر اساس نمایندگان منتخب آزادش انتخاب می شوند حرکت بکنه و سود و زیانش رو در اون ببینه. یعنی مسئله ای رو که در دوران 8 ساله آقای احمدی نژاد دنبال کردن، اومدن گفتن ملت ایران اینو میگه و انرژی هسته‌ای حق مسلم ملت ایرانه. خب اگر انرژی هسته‌ای حق مسلم ملت ایران بوده، شما چرا در دوران باش بعد از شکست ها و غیره در دوران آقای روحانی تسلیم شدید و این حق مسلم ملت ایران رو رها کردید؟ به چه دلیل اگر که این رو میگید؟ به همین دلیل تا زمانی که یه عده‌ای به نام ملت ایران تصمیم میگیرن، صحبت از ملت ایران در این حالت یا اون حالت کردن حرفیست به نظر من بی‌معنا. ملت زمانی میتواند اظهار نظر بکنه که بتواند در یک انتخابات آزاد نمایندگان واقعی خودش رو انتخاب بکنه تا برن سیاست بکنن، نه اینکه اونو از همه حقوقش محروم بکنن و نه افراد خودشونو بفرستن توی تمام نهادهایی رو که اشغال کردن برن این کارو بکنن. اگر شکست خود به نام ملت ایرانه، اگر برفر شکست نخود بازم به نام ملت ایرانه. ولی چیزی که کاملا روشن هست این هستش که هزینه های تمام این سیاست ها رو ملت ایران میپردازه، نه کسی دیگری. من ندیدم که در همین این دوران 8 ساله آقای احمدی نژاد و یا بعد کسانی که بر مسند قدرت و روی منابع ملی ایران و قدرت نشستن ضرر کرده باشند. اگر تحریم کردن، اینا به قول آقای احمدی نژاد برادران قاچاقچی اسکله های مخصوص خودشون رو داشتن و کارشون رو انجام میدادن. به همین دلیل بهتر از هر کس اگر سخنی میگوید بگوید من چنین میگویم، بدون این که مثلا هی به نام ملتی حرف میزنه که اصلا نتوانسته است در یک شرایط آزاد و باز اظهار نظر بکنه. مردم ایران در وضعیتی هستن، بارها رهبران بسیاری از کشورها همین آمریکا و جاهای دیگه اشاره کردن که فاصله بسیاری است بین حکومت ایران و مردم ایران. دنیا در جریان پیامدهای انتخابات 88 دید که ایران، مردم ایران، اکثریت مردم ایران و بسیاری از جوانان ایران چی میخوان و دید که ایران چه جوانان برومندی داره، تصاویری که از اونها چاپ شد. اما بر روی مجلات بسیار مهم اروپایی و آمریکایی و روزنامه، آقای دستمالچی عزیز، در این علمشنگی که پیامد این تفاهمنامه هسته‌ای هست، به نظر میرسه که در مجلس شورای اسلامی مخالفت‌های رو به گسترشی وجود داشته. در جلسه مربوطه کار به دست به یقه شدن آقای ظریف و برخی از نمایندگان کشیده شده. قانون اساسی فقیه، حکومت فقیه، چه اختیاراتی رو برای مجلس شورای اسلامی قائل در چنین مواردی؟
ببینید، بنابر قانون اساسی به هر حال مجموعه توافقنامه ها، قراردادها، پیماننامه های بیرونی با سایر دولین ها میبایستی به تصویب نمایندگان مجلس برسه. یعنی این حرفی رو که در اونجا میزنن، علاوه بر بازی های گروهی میان به اصطلاح اصولگرایان و بقیه، از این دعواهای گروهی اینا بگذریم، آنچه که مربوط به قانون اساسی هست، این حق رو به نماینده ها میده. به اضافه اینکه اصل 153 قانون اساسی هم میگوید هیچ قراردادی که منابع کشور و یا دخالت در ارتش و غیره رو در اختیار خارجی ها بذاره مورد پذیرش نخواهد بود. و از جانب اصولگرایان این مطرح میشه که اختیاری رو که تفاهم نامه در اختیار کشورهای پنج به علاوه یک گذاشته، در رابطه با اینکه آژانس بتواند هر زمان هر وقت سرزده در هر جا که خواست برود و بررسی بکند و غیره، اونا معتقدند که این یعنی تسلیم شدن و دادن حق به این کشورهای پنج به علاوه یک برای اینکه به تمام اسرار نظامی و امنیتی و غیر کشور دسترسی داشته باشند. و بعضن باید گفتش که حرفشون زیاد خطا هم نیست، برای اینکه بنابر تفاهم نامه چنین حقی برای آژانس بین المللی اتمی در نظر گرفته شده. و این اگر قرار باشه غرب بخواهد تحریم ها رو تعلیق بکنه و یا برداره، بدون بررسی های لازم در همه جایی که اینا حدس میزنن، از جمله تاسیسات پارچین و یا تاسیسات نظامی، خب چنین دست به برداشتن تعلیق تحریم ها نخواهند زد. برای اینکه خب اگر این چنین باشه و اینها نتوانند به هر جایی سرکشی بکنند، میتوان به راحتی حد زد که حکومتگران تاسیسات و تحقیقات و چیزهایی رو که برای ساختن بمب اتمی لازم دارند منتقل به تاسیساتی بکنند، مناطقی بکنند که مثلا آژانس حق بررسی اونجا رو نداره. ده. و چنین کاری خب اصلا بیمورده و غرب و پنج به علاوه یک همچین شرایطی رو نخواهد پذیرفت. خب آقای دستمالچی، حدود 3 دقیقه وقت داریم. ببینید، آقای فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اومده گفته که ما به هیچ وجه نمیزنیم، همین فرمایش شما رو، تاسیسات نظامی، حال اون که در این تفاهمنامه هست که اجازه مطلق داده جمهوری اسلامی، چون کلمه ای هست در متن انگلیسیش که به سر تمام فعالیت های گذشته و حال و آینده رو، این گذشته معنیش در متن این تفاهمنامه یعنی فعالیت هایی که تا به حال داشته در جاهایی که آژانس و بقیه نهادهای مربوطه نتونستن سرکشی کنن، هدف این. اما فیروزآبادی گفت خیر، تنگه هرمز رو که ایشون به هر حال قادر ببنده دست کم داشت میکنه، این برام گفته میستیم جلو این تاسیسات نمیذاریم نزدیک بشه. فیروزآباد موارد استفاده بسیار داره، الان هم به زودی احتمالا از ایشون استفاده میکنن برای بستن تنگه باب المندب در قضیه یمن. چند تا فیروزآبادی ممکنه تولید بشه، نمیدونم، بفرمایید. ببینید، مسئله خیلی روشنه. یا جمهوری اسلامی به هر حال تو این تفاهم نامه تمام این امتیازات رو داده، و اینکه اصولا متن فارسی با متن انگلیسی در جاهای حساس متفاوته، این نشون میده که اینا که در به نام ملت ایران عمل میکنن، موقع گزارش به ملت ایران به هر حال همه واقعیات رو بیان نمیکنن. و ولی باید توجه داشت که امروز ما در شرایطی زندگی میکنیم که دستیابی به
متن اصلی از طریق اینترنت و روزنامه های مختلف و رسانه های گوناگونی که وجود داره بسیار آسانه، یعنی هر چند که برن واقعیات رو بیان بکنند 24 ساعت بیشتر طول نخواهد کشید که مردم به اصل جریان دسترسی پیدا بکنند. به هر حال یا این شرایطی رو که گفتن عمل میکنن و یا تعلیق ها خواهد موند و امریکایی ها و اروپایی ها و فرانسوی ها و آلمانی ها همون فردای روز اعلام تفاهم نامه اعلام کردن که تحریم ها حتی تعلیق هم نخواهد شد. تازه بعد از جریان آخر جوان 3 ماه دیگه موقع که توافق نامه را طرفین امضا بکنند، پس از این که ایران قدم به قدم به تعهداتش عملا عمل بکنه و اینا مطمئن که بشن، بعضا آنچه که مربوط به تحریم های در رابطه با ساخت بمب اتمی هست گام به گام در تناسب اون اقدامات اینها تحریم ها رو لغو و یا معلق خواهد کرد. بله، وزارت خزانه داری آمریکا هم گفته. اما این نکته رو که شما اشاره کردید، اینی که متن فارسی یه چیز دیگه است، یعنی این تصور بوده که مثل بقیه فکر کردن، مثلا مثل کتاب هایی که وزارت ارشاد دست میبرن درش یا هر چی که هست، این متن رو هم در تهران تغییراتی درش دادن، متن فارسی رو شما هم اشاره کردید، غافل از اینکه بالاخره یه تفاهم‌نامه صاحبی هم داره دیگه، متن انگلیسیش وجود داره و خونده شده و همه اینها. به هر حال این هم نکته ایست که وقتی که چنین میکنن روز روشن چجوری میشه اعتماد داشت به بقیه قضایا. من خودم رو نمیگم، اون جامعه جهانی یا 5+1 وقتی میبینن در مورد همین متن چه تغییرات و چه زمینه بیاعتمادی رو تقویت میکنه خب در بقیه مسائل چه. آقای دستمالچی گرامی، سپاسگزار هستیم از شما، با سپاس بسیار. از آخرین کتابتون به ما نگفتین آقای دستمالچی. آقای چالنگی، آخرین کتاب من که الان زیر چاپ در واقع احتمالاً تا 2 هفته دیگه بیرون خواهد اومد، اسمش هست آزادی و جبریت. یه بحثی است در رابطه با مسئله اصل حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خودش، خردگرایی، تقدس زدایی و تجزیه و تحلیل مشخص از اندیشه هایی رو که ضد مردم سالاری است و ضد حق حاکمیت، ضد حقوق بشر، ضد آزادی زنان، ضد حقوق شهروندی. بله، چطور میشه تهیه کرد آقای دستمالچی کتاب؟ کتاب در شهر فرانکفورت چاپ میشه و در اونجا بیرون میاد. بسیار امیدواریم به موقع بتونیم درباره کتاب و چگونگی اینکه بینندگان ما دست کم در اروپا و آمریکا میتونن دسترسی داشته باشن که گپ بزنیم. حتما. سپاسی دوباره از شما آقای پرویز دستمالچی عزیز. منم از شما بسیار سپاسگزارم. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. در برنامه فردا با خواهیم پرداخت به پیامدهای تفاهم اتمی جمهوری اسلامی و 5+1، همچنین به مسائل منطقه‌ای از جمله آنچه که در یمن میگذره، نقش جمهوری اسلامی، اهمیت باب المندب در اقتصاد منطقه‌ای و بین المللی، پیامدهای دخالت حکومت ایران در اوضاع یمن، چه پیامدهای منفی برای مردم ایران، آینده ایران و سفره مردم ایران داشته و خواهد داشت، همچنان که پیامدهای دخالت حکومت ایران در عراق، سوریه و لبنان و بقیه مناطق جهان، از جمله موضوعاتی است که در برنامه فردا شب تفسیر خبر، جمعه شب تفسیر خبر، در این زمینه ها گفتگو خواهیم کرد با میهمانان برنامه. با ما در تماس باشید با نشانی هایی که بر صفحه تلویزیون میبینید. برای شما روزگار خوشی را آرزو میکنیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوهساران عراق، دنا، الوند، کوه و زگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.